مردی که در بانک ریبوی کار میکند به او خواستگار شد. سوال: مردی نمازخوان و خوش اخلاق به من خواستگار شد که تمام خصلت هایش خوب است، ولی او در بانک ریبوی در وظیفه مدیر شعبه حسابداری کار میکند. من استخاره نمودم، ولی برای قبول و یا رد نمودن او پاسخ شما را انتظار هستم، زیرا من میترسم که در آینده برای من و فرزندانم حرام شود. خواهشمندم اگر در این موضوع توضیحات بیشتر باشد اون را به من تعلیم بدهید. جواب: حمد و ثنا به پروردگار. کار کردن در بانک های ربوی مطلقا جایز نیست، نه در شعبه های حسابدهی و نه در دیگر قسم ها، زیرا این کار کمک به گناه و معصیت به حساب می رود. کار کردن در بخش نوشتن یا حساب کردن ربا سختتر و بزرگتر است، زیرا امام مسلم از جابر رضی الله عنه روایت کرده است که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم رباخور، ربادهنده، نویسنده و شاهدان آن را لعنت کرده است و فرمودند که آنها در گناه یکسانند. مالی که از این کار به دست می آید مالی حرام است. از این رو توصیه می دهم که این خواستگار را رد کنید، زیرا اگر شما او را قبول نمایید این معنای آن را دارد که شما راضیید که خوراک و نوشاکی و نفقه شما از مالی حرام باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده‌اند: ای مردم، الله پاک است و به جز پاکی چیزی را قبول نمی‌کند. الله به مؤمنان همان دستور داده است که به پیامبران داده بود. الله تعالی در قرآن سوره مؤمنون آیه 51 فرمود: ای پیامبران، از نعمت‌های پاکیزه بخورید و کارهای شایسته انجام بدهید، همان من به آن چی میکنید آگاه هم. اینچنین در سوره بقره آیت 172 فرمود: ای مؤمنان، از نعمتهای پاکیزه که به شما روزی داده ایم بخورید. سپس پیامبر مرد را ذکر کردن که سفر طولانی کرده و مویهایش پریشان و گردآلود است. دستانش را به سوی آسمان برداشته میگوید: پروردگارا، پروردگارا، در حالی که طعام و نوشاکی و لباسش از مالی حرام بوده و از حرام غذا گرفته است، پس چگونه دعای چنین شخصی پذیرفته می شود؟ حدیث با روایت امام مسلم. ابن رجب رحمه الله گفته است: خوردن و نوشیدن حلال، پوشیدن و لباس حلال و از طعام های حلال غذا گرفتن سبب قبول شوی دعا است. پایان سخن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر جسدی که از حرام رشد کرده است، آتش دوزخ بر آن شایسته تر است. این حدیث را امام طبرانی و ابو نعیم از ابو بکر روایت کرده است. این حدیث را در صحیح الجامع صحیح دانسته است. از الله تعالی خواهانیم که شوهری صالح و رزق حلالی با برکت را نصیب شما گرداند. الله تعالی داناتر است.